سلام دوستان امروز با ده تا از سختترین سوال های گواهینامه رانندگی توی هلند و بلژیک به زبان هلندی با شما هستم که در مورد جاده مختلف کجا میتونیم پارک بکنیم کی اولویت داره کدوم ماشین اولویت داره برای رفتن داخل جاده و جای دو چرخه بیرون از شهر داخل شهر توی جاده و همه جا اولین سوال ما What is the یاست فوخوند فان پول یعنی اینکه کدوم یکی از این وسیله نقلیه اول باید بره خب ما میبینیم که ماشین ما که دریهوکیه داره یا همون مسلسی که ما حتما باید بیستیم پس سومین نفری که یا وسیله ای که توی این جاده باید بره ما هستیم که آخرین هست حالا میمونه بین اون موتور و ماشین روبرو رو. موتور میخواد مستقیم بره پس نمیخواد جاده خودش رو عوض بکنه پس اولی موتور میره و بعد ماشین سیاه میره به سمت چپ خودش و در آخر هم ما میریم نکته ای که میتونه کمکتون بکنه مسلسی یا همون دیریهوکی است و اینکه آیا وسیله میخواد جاده خودش رو عوض بکنه یا نه این دو نکته میتونه بهتون خیلی کمک بکنه برای جواب درست این سوالات سال بعدی گفته What is not did د the maximum snell با وجود این تابلو در از بعد از تابلو ما میتونیم توی این جاده 80 کیلومتر در ساعت رانندگی بکنیم پس جواب درست ب هست 80 کیلومتر. بعدی گفته هد سیخت ایز میتر ماخیه میست آخده فورن نی گفته شما 80 متر جلو و عقب رو میبینید آیا باید چراغای مهشکن رو روشن کنید نه سال بعدی یه استد استیل ام ایمان این تلات استاپ ایز توخستن شما اینجا وایستادید که یکی رو پیاده بکنید یا سوار بکنید هر دو آیا اجازه هست؟ بله اینجا اجازه هست چون که ما خط زرد رو اون جاده میبینیم اگه اون جاده ما بخوایم کسی رو پیاده کنیم یا سوار بکنیم اجازه نیست به خاطر اون خطای زرد اما این ور جاده ما خط زردی نداریم سال بعدی ولک وخ مارکیرینگ ورشخوت یه فور این فراندرینگ د وخ گفته کدوم یکی از عکس‌ها به شما میگن که داخل جاده یک اتفاقی میخواد بیفته عوض میخواد بشه جاده در از فراندرینگ خب اولی که ما میبینیم جاده اوکیه به خطا توجه بکنید خطا به خاطر اینکه با هم فرق میکنن در عکس دوم جواب درست عکس دوم هست سال بعدی گفته یه بند هیر خستوپت اوم ایماند اوتلت استافه از دیتو شما اینجا وایستادید که یکی پیاده بشه از ماشین نه اینجا اجازه نیست که بیستید چون شما روی جاده دو چرخه ها هستید اینجا حتی استیل استن هم اجازه نیست بعضی از جاده هستند هستن که عکس دوچرخه رو ندارن وقتی که جاده عکس دوچرخه رو نداشته باشه ولی رنگ جاده دوچرخه اینطوری باشه ما میتونیم سال منحرفیه به خاطر همین خیلی دقت کنید سال بعدی گفته یه سطحی استیل ام ایمان این تلت استافه ایزی تو گفته اینجا وایستادی که یکی رو سوار بکنی به ماشین آیا اینجا اجازه هست؟ بله به خاطر این تابلو که شهر در از تموم شده و ما, و ما بیرون شهر هستیم به خاطر همین میتونیم که استیل استند داشته باشیم سال بعدی استوبت هیر پاکتی وقت برینگن مختت گفته شما اینجا وایستادید که یک پاکتی رو ببرید آیا اجازه هست ما توی ایستگاه اتوبوس هستیم برای اینکه پاکتی رو جابجا بکنیم یا هر دلیل دیگه ای ما اجازه این رو نداریم که توی ایستگاه اتوبوس بیستیم به خاطر اینکه اتوبوس میاد اما در یک صورت ما میتونیم توی ایستگاه بیسیم در صورتی که بخوایم یک فردی رو پیاده یا سوار بکنیم در این صورت میتونیم بیسیم چون که ایستگاه اتوبوسه اما وقتی که میخوایم کار دیگه ای بکنیم مثل پاکت بردن اجازه نداریم که بیسیم این هم یکی از سوالات انحرافی مثل جاده ای که دو جاده ای که برای دوچرخه بود پس جواب درست این سوال هست نه. سوال بعدی گفته یه ویلت اوت این حالا ایزدیت تو خستن. گفته اینجا شما میخواین ماشین جلویی رو که ماشین مشکی هست رو ازش سبقت بگیرید این هلن بکنید آیا اینجا اجازه هست ما خطی رو میبینیم که کنار ما هست که لاین ما رو تشخیص داده این خط تیکه تیکه نیست اما زمانی که اون چراغای بالای جاده روشن میشه و فلش داره سبز هستش ما میتونیم از این جاده هم استفاده بکنیم به عنوان جاده نرمال پس الان در حال حاضر ما میتونیم که سبقت بگیریم از این ماشین چون این جاده برای ما یک جاده مثل جاده کناری ابراند ویتلیخت بید بایده سپور بخ اوفرخانخ ماخیه دور رایدن گفته که اینجا چراغ سفید هست آیا شما میتونید که برید بله اینجا شما میتونید که برید چون چراغ سفیده و این اسپور هم جاییه که قطار رد بشه. سال بعدی گفته موتن وای دفان کومند پرسون فولت گفته یا کسی که از سمت راست میاد رو ما باید بذاریم که رد بشه یا نه خب اینجا بچه ها زبرا پاد نیست و ما توی جاده خودمون هستیم در از اگر رنگ جاده رو ببینید جاده دوچرخه یا برای کسایی که پیاده هستن تموم شده و بعد در سمت چپ دوباره شروع میشه اون جاده پس جواب ما هست نه ما اینجا اولویت داریم چون توی جاده خودمون هستیم و زبراپاد هم اینجا نیست یا همون خط آبر پیاده جواب درسته این سوال هست؟ نه What is the maximum snell height؟ گفته توی این جاده ماکسیموم سنل هایت شما چقدره؟ یا همون حد اکثر سرعت شما؟ خب ما میبینیم توی جاده ای هستیم که تازه اتوبان تموم شده در تابلو سمت راست روی عکس اتوبان یک خط قرمز هست که تازه اتوبان تموم شده پس ما توی این جاده میتونیم الان 80 کیلومتر در ساعت بریم اینجا اسنل نیست اما اوتو وخ هست ما توی اوتو وخ میتونیم 80 کیلومتر بریم اینم از ده تا سال سخت و انحرافی توی امتحان گواهی امیدوارم به دردتون خورده باشه لایک و کامنت نره مرسی خدا نگهدار